بنابرای خدای مزدود روان، رز و صلاح و حرمت با تماشان هجا هویدی که هم باش و سلامت بن. لیره دی مکارن گند عمر آوا سر به ناچه از سومای آبرادوستا اور میهیه ترحک پروژه کاتی نویستاندن او دخوازن لیره زندی بکنه او دی مکارنه بکنه آویه یلک باغ و باخچه و گلخانه لیره دا دست به کار بن انشاءالله دی پیش روژه دا هم دخوازین لسر او پروژه کار بکن کاتی چه دست سر او دی مکارنه کاتی چه و آویه بکن چه اول سر او را پورته بید. این پروژه اگه کامل اجرا به نیزی که 2000 نفر حداقل اشتغال زایی های فاز اولی های 72 هکتار بزرگترین گلخانه خاورمیانه اجرا رو به و فعلا از سر خودش دیش و دیدن با امید خدا پروژه اجرا به یعنی آمار 3 استان ایران به اندازه وی گلخانه این از نظر مساحتی یعنی چه گویا گلخانه اجرا به مساحت که هن مازنه و تولید و ایجی هن زیده به اشتغال هن زیده به که اصلا او منطقه به متحول به حالا تنی هم نه مجتمع دام، تیور، آبزیان، ارتمان شهرک های صنعتی اونه همو پشت سهوی نبین بحث گیهان داروی با امید خدا همی زنجیره که ایجاد کن که تمام کشاورز این منطقه وصل مجموعه بین. خوشبختانه پشت کل پیگیری آقای پروین شوار و شرکا ما دوسته ما 500 هکتار نوکه اردی و شرکتی هم تازه عملیاتی خود سه پروژه ما همزمان دست بکریه یک پروژه باغات نوکه 20 هکتار باغی سی پاکوتو های حدود 40-50 هکتار دست اجرایی دارم باغ گلابی، آلبالو، احتمالا بهی و گوزی بعد پروژه گلخانه تازه تقریبا 14 روزه مجوز گلخانهش 72 هکتار مجتمع گلخانه ما برگیتیه گلخانه شامل 50 هکتار یا 500 هزار متر مربع سالن تولید و پرورش دهید به اضافه سردخانه، سورتینگ بسته‌بندی، پایینه صادراتی و انبار دهید و کلا میکنه قطره زراعت هم میکنه قطره یعنی شاید منطقه کلا اولین تجربه بکنه هم شغل زراعی به قطره انجام ده فرهنگی که کمترین مصرف آبی کنه خود گلخانه وقتی میشه گلخانه هیدروپونیکه گلخانه هم هیدروپونیکه کمترین مصرف آب به ازای هر کیلوگرم محصول یا هر کالوری کیلو کالوری غذا مصرف تکن کمترین مصرف آهه آخرین متدگل شرکت دالسم هلنده، شرکت سکای آیتکین ترکیه ما آخورتونه قصه کرنه طراحی ما اونه نه که کمترین آب مصرف بکرد بر هنگ اگر قرار بید مثلا منطقه هم 100 لیتر بر ثانیه آب استفاده بکن قطعا به اندازه شاید 10 برابر میانگین غذایی که در حالات کشاورزی سنتی استفاده بید هم استفاده بکن هم نوعی مثلا بکنه زربش زربش دوبین مثلا کل چند بشکه چند تانکر آب مصرف دکه 2 کیلو زربش رو استفاده بکن هم دین توش اگه استفاده کن که زیرترین بهره برداری بهره بری همیتون بو منطقه هم حتما جزء سیاست مده این شد او پروژه اگر تواو بیتن به همو بخشین خواه باغ و باغچه و تیور و ماسی و هر تشتکی تواو بیتن جه خدا مزندترین پروژه روشلات ناوراست در خاورمیانه او پروژه که چند فازه نه فازه که باغ این سه ها کب خوش بینین گلک جوانه ماشال دوش نداره 3 سالیه سه ها گلک جوانه پیوه باغ کشی گلک مزنه بخش مرزی سما برادوست دارای زمین های بکری هستش حالا فکر کنم آماری که داریم در سطح شهرستان 140 هزار هکتار ما زمین کشاورزی داریم که از این 140 هزار هکتار در شهرستان 40 هزار هکتار فقط در بخش سما برادوست هستش این خودش پتانسیل خیلی بزرگی هستش و در کنار اون ما سرمایه‌داران خیلی بزرگی در بخش داریم که در واقعیتش اینه که هیچ سرمایه‌گذاری در بخش انجام نمیدن الان خدا رو شکر رؤسای محترم ادارات پای کار هستن دعوت میکنن از سرمایه‌داران که بیان زمین رو منابع طبیعی میده و خود در واقع زمین‌های خیلی بکری ما داریم و نهضت گلخانه رو که میشه گفت شعار
دولت هستش و مخصوصا جناب آقای استاندارم خیلی پیگیر هستند. خدا رو شکر در بخش سامبرادوست استارتش زده شده. الان در گنگچین نزدیک 3 هکتار ما داریم، اینجا هم نزدیک 70 هکتار داره احداث میشه. اینا در با توجه به وضعیت آبی کشور میشه گفت نیاز هستش، علاوه بر بحث اشتغال اصلا نیاز هستش که بخش و استان و کشور به این سمت بره. منطقه سامبرادوست از نظر آب و هوای شرایط که ویژه هست، متاسفانه حتی نه به هیچ استفاده که درست ما پتانسیل رو نکریم. از تها سال 81 ایده مشروع کیه، مدت هم 20 ساله در مطالعات کامل انجام بیا شرکت که کشکه در شروع بیا حتی حتی گیشت پروژه مزد. مجرز های کشت سنت سال 87 در اولین مجرز پاش انقلاب بکنم وگت شامل چند زنجه خط زنجیری تولیدی نه بحث دامی، تیور، گیاهان دارویی، اسم خدمت تا آبزیان، صنایع تبدیل تکمیلی و حتی بحث‌های فعالی و شهرک صنعتی. سه نقطه در پروژه حوزه اهمیت. اولا یک منطقه مرزی و محروم ده که نقش اساسی در واقع وضعیت کشاورزی منطقه هم حالت سنتی تقریبا صنعتی. اگر پروژه درست اجرا بشه جماعت یا در واقع مراحل سرمایه گذاری حتی دیگه تولید آشنابا مطمئنا نقش که اساسی تغییر وضعیت کشاورزی داره. دومین نقطه بحث صادراته که در نقطه مرزی در واقع فاصله گمنگی مرزنه حتی نها جماعت ما را به عنوان تهدید بود تلاش شدید که نهینا بگنه فرصت و جماعت ما به نحو احسن استفاده لیبگه. نقطه سوم بحث اشتغال زاییه. اون خود زانم فارغ تحصیل سر تا منطقه ما گل زیده بودن اون منطقه کردنشین در مرزی چه ویا چه سومار سیلوانا چه انزل، ولی متاسفانه هیچ گونه سرمایه گذاری که زیربنایی و مادت دیدن نه آتر که اینه که ار جاهلانه از فارغ تحصیلانه بین دیدن شاخل بین ار پروژه به عنوان اولین پروژه در واقع هم دکان بیشن مازن سطح آذربایجان خیبی در اجرا ده بند و این پروژه اجرا بونه کلن برابر یه متحول بونه منطقه. ما حدود 10,000 هکتار در سطح شهرستان سامنهای نوین آبیاری رو داریم که در قالب طرح‌های مثلا توجیهی که از طریق کشاورزان عمده ما مخصوصاً جهات کشاورزی ارائه میشه و مورد حمایت ما قرار میگیره و در این راستا دولت حدود 85% از این اعتباراتش به لاعوض به استاد در قالب این تر به کشاورزان پرداخت میشه و 15% هم مثل خودیای خود کشاورزان هست که مورد مثل بهره برداری قرار میگیره. این عرض کنم خدمتتون در خصوص طرح‌های آبخیزداری با توجه به مطالعاتی که در این مناطق انجام میشه با هماهنگی های بخشدار و سطح شرایط فرماندار ما اون نقاط آسیب پذیر یا حادث خیز رو شناسایی میکنیم، طرح مطالعاتی رو مجوزهاش رو میگیریم از سازمان. حالا اونایی که اولویت دارن یعنی بحث آسیب رسانی هست تو اولویت قرار میدیم انشالله با هماهنگی های بخشدار. در مورد اونا باید اعتبارات تخصیص پیدا بکنه، از محرومیت زایی هم این مقدار اعتبارات بگیریم بلکه انشالله بتونیم توی این منطقه طرح‌های آبخیزداریمون رو بیشتر بکنیم. در خصوص اشتغال زایی هم خب همونطور که مستحضر هستید بالاخره یه سری کارهای شروع شده از سنوات گذشته، یه سری کارها هم الان داره انجام میشه. بحث منطقه ویژه اقتصادی سرو هست که ما یه سری اراضی رو شناسایی کردیم در اختیار منطقه ویژه اقتصادی و سرمایه‌گذاری که بالاخره معرفی میشه قرار خواهیم داد انشالله بلکه در بحث سرمایه‌گذاری و رونق اشتغال این منطقه یه سری تحولاتی رو ما اینجا مشاهده بکنیم. در بحث‌های دیگه هم خب اشخاص یا گروه‌های محلی که هستن میتونن مراجعه بکنن با اخذ مجوزهای لازم و طی مراحل قانونی ما در اختیار اونا زمین قرار میدیم با همان یه جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی در راستای اشتغال زایی و سرمایه‌گذاری کارهایی رو انجام بدن. در منطقه ما به سرمایه گذاری جدی دیدن به شکر خدا به هر روال هی سرمایه کتیه دستی مانده، ولی متاسفانه حتی نها به هر صورت حالا آنج حق هیه زمینه مناسب نبیه، اما به شکر خدا از زحمت هاتی کشاندن جلب و نظر و مسئول را مجوز را همو امکانات را اینها زمینه فراهمه
وظیفه انسانی هم همه تشتی به وظیفه انسانی هم لوه خاکی خالی هم چی بونه لوه منطقه در مراشکیه آب و هوای منطقه ما استفاده کیه جماعت آوه منطقه گه مثلا سای کرنش کیه وظیفه انسانی هم اجی هم بین جماعت را خدمت بکن هیچ جی کیدنه از به صراحت بجم هم همو هاتن هم هر ولی بلا اینا بزن روز هاتیش و بنا روز چونی جی بنا فقط بلا اثر که مثبت خدان این کو وقت دچن شمه خدا خو جماعت خانه هنک سرمایدار تو خازن او ده مکارن عمراوای وکو لیره بکن چاندنی ها پیشه ای او گلخانه ال گند گنگچین مینا که که با او کسین کدو خازن پیش بکون تو جوتیاری دا بچنه پیش و ام دا خازی لوه دولمه دا کن هنجی خلق هر ناوچه که نه حول بدن جه که وها ساز بکن هم بخوب بگه نپاره که همجی چند کسک به دست و نانکی بخون نجیب عبدالمجیدی مهتانی و راپورت کردی که هنهر شد وقت آورد بند.